الو، اومدم بابا، دارم لباس پوشم. اومدم ماما. ماما من دارم میرم. ماما 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 فرنگیز خانم، ماما ماما فرنگیز خانم، عزیزم قربونت برم، من رفتم، شب دیر میام، جان من نگران نشو. او چی کتی بابا. اومدم بابا، اومدم. مادر دارم، یه بدبختی تو خونه چشم راه منه، منو خط دست تو چی کار باید بکنم؟ بابا من که خب برات نوشته بودم که دیر میام. کجا نوشتی؟ اونا کوشین که غیبت زده. یعنی میخوای بگی من دروغ میگم؟ حالا اصلا گیری میگیم تو درست میگی. بابا شد نصف شب، نباید یه تلفنی بزنی بگی مردم زندم؟ نباید بگی؟ بابا بهت میگم من نوشته بودم، چه میدونم حالا چی شده این؟ هزار جا زنگ زدم خونه ناصری، اینا زنگ زدم نمیدونن، محسن نمیدونه، پوری خانم میگه اصلا پسر من خونه نیست. باز من دو دقیقه دیر کردم بلاش زنگ زدی اینور اونور که چی؟ آبرو منو میبری دوباره فردا راه میافتیم، هر کی ما رو ببینه مامانت دیشب دنبالت میگشت. حالا مثلا دنبالت بگردم چه ایبی داره؟ من میخوام بدونم ایبش چیه، اصلا من غلط کردم دنبالت رو گشتن. مادر نیستی بفهمی که آدم وقتی هزار جا میپرسه از بچهش خبری نیست، نصف شبه، چی کار باید بکنه و چی به روزش میاد؟ بچم ای باز شلوغش میکنه، بچم رو میندازه، بچه تو قنداقه چشم خیسه، من دیگه بزرگ شدم، 22 سالم الان. اگه بچه نبودی حرف گوش میدادی. یه چیز بهت میگم ها، رو درواسی نکن، هرچی دلت خواست به مادرت بگو.
تو دیگه مرد شدی، مادر میخوای چیکار؟ اصلا بی بگیر منو بزن. که چی؟ غلط کردم، خر شدم، دوباره تو گشتم. بلند شد سرمو میکوبونم تو این دیوارا. دیگه چیکار گفتی من نکردم؟ هر کاری خواستی از من که من انجام بدم. این کارو بکن چش، این کارو نکن چش. دیگه داری دیوونه میکنی با این کارات. خسته شدم از این رفتارت. همه فکر میکنن من بچه‌ام، همه فکر میکنن من بچه ننه بزرگ شدم. خسته شدم از این حرفات. وایسا ببینم آخه کجا داری میری؟ قبرستون. خدایا تو این هوا بچه نباشی خاکی دوست دارم بکنم. ای خدا از دست تو بچه. وای رز ای خدا، ای خدا، رضا، رضا، چیم شد؟ وای خدا جو، رضا، ای خدا. خوش گرد سرم فرنگیس خانم، برگم بده فرنگیس خانم. مرزی جون بود و یابغن بیا ببینم. فرنگیس خانم، فرنگیس خانم، تو رو خدا فرنگیس خانم. اینو بخوریم الان جهانگیر ماشین رو روشن میکنه میریم. نه بخوابم خوب میشم. بخواب نه نمیشه که فرنگیس خانم حالتون خیلی بده. عجب بارونی هم گرفته امشب. بلند شو فرنگیس خانم. نه رضا میاد میبینه نیستم. من بهشون میگوان نداریم حالا روزم تو بلند رضا. آخه یا آخه موازه باشی خدا به خدا خوبم، خوب شدم. خیلی خیلی کجا الان میریم دکتر ببینه شما رو. خیلی رضا بچه ها میگیرم من نیستم هون دیگه گره نباشیم آقای ساده چه بکنم گره چی شده؟ اینا بیا مادر، اینا بیا میبریم من نگه برو 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 آقای سامیری بهش بگو اگه کمکی چیزی خواست به ما زنگ بزنه. آقا کمکی چیزی خواست به ما زنگ بزنه. آقا رضا من دیدم وارد شد. آقا یه خورده با مادر جرو بحث کرد و زد تو کوچه. تو این بارون آخه چرا؟ آخه گاهی وقتا کلکل میکنن بارون. بعید بود از آقا رضا. چی شده مرد؟ چه خبر؟ فرنگیس خان چی؟ الو سلام علیکم. ببخشید آقا سروش هست؟ سروش بله خیلی ممنون. از بس که به این پسر پیله میکنه خب برو بالاخره اونم جوونه، یه تحملی داره، یه ظرفیتی داره. خب برای سر مادرش داد بزنه. حالا کجا رفته؟ شام چی داریم؟ خیلی خستم به خدا. غذا داریم دیگه. آهان تموم شد. خاله ستاره میای نمره بدی؟ بله الان میام. بده خودم برات نمره بدم. بزنی بزنم. فوش 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 چقدر خوشگل کشیدی تو آخه. زی نمره 20 بهت بدم. خب بیا
خوبه؟ این آقا گندهه کیه کشیدی؟ شمایی منم؟ بله من این گندگی؟ بده ببینم باریکلا چقدر قشنگ کشیدی آخه چیش خوشگله که منو به اون گندگی کشیده آخه این خب تو که همیشه اعتراض داری وقتی هم من اونو کشیدم تو اعتراض داشتی تیپ وقتی درست باشه دیگه چاقی لاغری دیده نمیشه این کیه؟ بچه تو اسمش شیلتیله ما که بچه نداریم که چرا دختره؟ دختر خود من هیچ وقت مامانی اذیت نمی کنم باری کلا به تو دختر خوب چه خبر؟ خبر نشد بفرمین تو حتما مشکلی نبوده دیگه ولی زنگ میزدن ببینید چقدر قشنگ کشیدن به 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 دختر هنرمند همین روزای یه نقاش رو درست حسابی ایما ایما شماره تلفن یکی از دوستای دکترم رو پیدا کردم گفتم اگه مشکلی پیش اومد بهش زنگ بزنم متخصص قلبه دکتر آریانپور خیلی معروفه بله بله اه جان تایی؟ بگو ماما بیا بابا قهر نکن برگشتم ماما ماما محبوب خانم جهان ماما فرنگیز خانم کجایی بیا بابا من برگشتم سلام کجا بودی آقا رضا مامان من اینجاست آره بیا تو پس میشه صداش کنی ببخش حالا بیا تو نه مزاحم نمیشم باید برم بالا خب دیر نمیشه یه دقیقه بیا تو بیا تو اینجا میشی بیا دیگه سلام سلام الو آی دکتر تشریف دارم فردوس هستم بله بله گوشی دستم بله دکتر برای چی؟ چی شد امید؟ هیچی حالشون خوب نبود بردنشون درمونگا کدوم درمونگا؟ چیزی نیست ناراحت نشو اینجا بشین الان با هم بیرم چی چون راحت نباش کدوم درمونگا بردینش بشین سر جات پسر این کارا چیه میکنی؟ اون وقت که سر مادرت داد کشیدی باید نگران میشدی نه حالا گفتم بشین ماما ماما بکن آقا مامان
آقا بلد بیام. خیابون که سرازی شدی بیمارستان اختر. بلدی که برو بابا جون. ببرش. من باش میخوام برم. شلوغ نکن ببینم. میخوام برم. من میخوام برم. برو بخور دیگه. یه عمر جمع بکن، زحمت بکش، آخر چی؟ میافتی یه گوشه. زندگی همینه دیگه عزیز من. تا جوانی که باید جمع بکنی، پیرم که شدی یه دفعه جمع میکنی راحت میشی. چه بی انصاف شدی تو علیه. من ببینم تو پیر میشه اینه میگی یا نه. فرنگیز خانم هم اینه مادر من، اینه مادر تو. یه عمر زحمت کشیده، حالا که اینطور. یکی دیگه قش میکنه میفته، زن ما باید قرصشو بخوره. بابا شام تو بخور. علی جان، علی من اگه یه کاری بخوام تو برام میکنی؟ تو جون بخوا کیه که بده. شوخی نکن دیگه. امشب بعد از این ماجرا که پیش آمد دلم برای مامان شور میزنه. خب از عروسی تا حالا که ندیدمش، تو هم ندیدیش. میترسم یه وقتی بلایی سرشون بیاد. حالا مگه چیزی شده؟ خب مگه باید چیزی بشه؟ خب یه دفعه میشه دیگه. فرنگیز خانم عصر حالش خوب بود، کجا بود؟ خونه بود. الان کجاست؟ نو بابا تو زن بیچاره دستی دستی داری کشتی. یا حالا چیکار کنیم؟ بریم یه سری بهشون بزنیم. مرضیه، ما قرار گذاشتیم دیگه، نداشتیم. برادرای خودت گفتن. اونا چی کارن؟ آو، پس کی چی کار است که؟ حالا تو بیا شام تو بخور، بعدن صحبت. یه نفر من چقدر جا میگرفتم. خب یه رقیب باش صحبت میکنه، یه پایی میکنه من میموندم پیشش. عزیز من تو سی سی او که نمیذارن کسی پیش مریض بمونه که. قانون ما نیست، قانون بیمارستانه. خب دوست آقای فردوس بود دیگه، آقای دکتر من دوست شما نبود. شما باش صحبت میکردیم میذاشتم. عزیز من خدا رو شکر کن به موقع رسوندیمش. اگه دیرتر اومده بودیم معلوم نبود چه بلایی سرش میاد. یکی دو روز اینجا نگهش میدارن، حالش خوب میشه میاد بیرون. بعدم بنده به شما قول میدم فردا بعد از ظهر شما رو بیارم بری دیدن مادرت. بیا بعد از ظهر، فردا دیوونه میشه. بیا عزیز آقا جان من. نه اینکه حالا دیوونه نیستی. بیا بالا، بیا بالا، بچه‌ها نبازی دار نیا. دکتر بالا سرش خوب. خیال میکنه دست ماست. آقا جان من. باید صحبت کردی. یه خود پاپیتش. برو بالا بابا جان. برو بالا عزیز من. این در وا کن آقا. برو بالا. برو بالا بابا جان.
سلام. سلام رضا جان. خوبی؟ خواب نبودی که؟ نه عزیزم، بیا تو. راستش ما هم که شنیدیم خیلی ناراحت شدیم. حالا انشالله خوب میشه میاد. ناراحتی نداره که آقا رضا، طوری نشده که دو شب بیمارستان میخوابه خوب میشه میاد بیرون. اگه نایمد چی؟ تو سی سی او. همچین میگه سی سی او، انگار اونجا کجاست بابا. این همه آدم در روز و شب دارن میرن سی سی او، 90% به بالاشون میان بیرون سالم و سرحال. مامان شما هم یکیش. من غیر از اون هیچ کسو ندارم. ولی آقا میفهم یعنی چی؟ خوش تقصیر من بود. بی خود سرش داد زدن. عصبانی میشه اصلا، هیچی عالیم. حالا هرچی بوده کاریه که شده، اینقدر نگرانی نداره که. فرنگیز خانم الحمدلله سن و سالش خیلی بالا نیست و اینقدر ناراحتی. تا دیروز که سالم و سلامت بود، دو شب بیمارستان میخوابه سر و مرو گنده میاد پیش شما. هزار تا آرزو داره. باشت تقصیر من. ببخشید علی آقا، به حالم بده. خواهش میکنم، راحت باش. بیا تو رضا جان، الان حاضر میشم. سلام. سلام بردون. آقا تا چهار ملاقات بیشتر نیستم. انگار خوب نخوابیدی. نگرانی؟ بالاخره یه مادر که بیشتر نده. آقا رضا، من دیروز سرت داد زدم. شاید باید عذرخواهی کنم. اختیار داری نه؟ البته من میفهمم تو حق داری استقلال خودتو بخوای، حق داری که روپای خودت وایسی، اما حق نداری سر مادرت داد بکشی. بله درست میفهم. اونم این مادر، هم پدر بوده برات هم مادر. البته اینا همش تجربه است. بریم بابا جان. هر اتفاقی که چشم آدم باز کنه تجربه است. البته در مورد تو این تجربه تلخی.
من پدرم دارالوکاله داشت، یعنی وکیل. وقتی مادرم فوت شد من 11 سالم بود. همین خواهرم هما که الان در به در دنبالشم، اون موقع از من کوچیک‌تر بود. پدرم خیلی سعی کرد جای مادرم بود. حتی همین خواهرم هما که بزرگتر شد اونم سعی کرد جای مادرم رو بگیره. اما رضا جان، هیچ کس مادر نمیشه. مادر چیز دیگه است بابا جان، مادر چیز دیگه است. این مامانمه، این بابامه. چه جای بابا رو چه این رنگی کشیدی پس؟ این خاله ستاره است، این عمو امیده، این شمایی. من این شکلی هم. اینم عمو علیه، خودم رو هنوز نکشیده. پس خاله فرنگیس و عمو رضا کشن؟ عمو رضا هم میخوام شه خاله فرنگیس تو بیمارستان بکشن. این بابا جهنمه دوباره. باریکلا، دیگه حسابی هنرمند شدی ها. حالا امروز وقتی آوردنش بازم ازش نقاشی میکشه، مگه نه؟ اول بوسش میکنه بعد ازش نقاشی میکشه. باریکلا، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. ولی ستاره جان خدا رو شکر به خیر گذشته. فرنگیس خانم خیلی خانم خیراندیشین، اصلا یه پارچه گوهرن. توی یه هفته که نبودن واقعا ساختمان سوت و کور بود. راستش انگار یه جوری مادر همه ماست. مگه امروز میاد؟ بله، حالا الان مامانت میاد با هم خمیر خانهشون رو تمیز کنی. آره، باید کلید... کلیدشون رو نداریم؟ آقای فردوس بفرمایید. خدا رو صد هزار مرتبه شد. سلام علیکم. مامانی خاله رو اذیت نکن دختر. خاله بیا خونتون. سلام فرنگیس خانم. سلام عزیزم. خدا رو صد هزار مرتبه شد. زحمت کشیدید. خوش اومدید. خیلی ممنون. قربونتون. خوش آمدین. زحمت کشیدین. قربان شما. اینم از آقای فرنگی سعی و سلامتون چطوره؟ الحمدلله. همگی زحمت کشیدین. قربونتون. بفرمایید. ماهانی اینقدر خاله رو اذیت نکن. میشه بابایی باش. دست همگی در نکن. خب از دکترتون راضی بودید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. جهان جان خیلی زحمت. خیلی زحمت کشیدین. متشکرم. خیلی ممنون. ببخشید. فرنگیس خانم، من قبل از اینکه تشریف ببرید بالا، من یه عرض کوچولو به شما داشتم. میدونم الان نباید شما رو سر پا نگه دارم، ولی در مورد رضا میخواستم عرض کنم که شما باید توجه بکنید که پسرتون بزرگ شده، رشد کرده، مرد شده. به خواستهای مثبتش باید توجه بکنید. شما من علاقه و عشق شما رو در مورد بچه‌تون، مهر مادری رو من درک میکنم، ولی شما باید توجه بکنید و هم جوانه، به هر حال یه خواستهای مثبتی تو زندگی داره، میخواد با دوستاش باشه، میخواد رفت آمدی داشته باشه، استقلالی داشته باشه. شما باید توجه کنید، باید بهش حتی آموزش بدید که استقلال داشته باشه، رو پای خودش بایسته، از خودش توجه کن. البته شما کنترل از بیرون باید بکنید، ولی این کنترل مستقیم شما به نظر من خیلی خوشایندش. عذر میخوام، البته اون نباید سر شما داد میزد ابدا، و این باید تذکر داده بشه. ولی امیدوارم که دیگه از این اتفاقا نیفته، رابطه خوب و با محبتی با هم داشته باشه. سلامت باشه. قربون دستاتون. خدا رو شکر. تو رو خدا چرا زحمت کشیدید؟
همه تونو به زحمت انداختم. اختیار داریم، ما که کاری نکردیم. کلیدم به همون ندادن آقا رضا. همه این زحمت ها رو خودشون کشیدن. نه بابا اینجوری نیست. مادر جون لای قربونه برم، بر چی رخت خواب انداختیم؟ من که خوبم. خواب برات انداختم روبرو تلویزیون، بخوری بخوابی استراحت کنی، هیچ کاری دیگه نمیاد. بفهم مادر جون، قربونه سرم درد نکنه. قربونه دستات مادر جون، من که دیگه خوب شدم. آره این دواها تحویل آقا رضا سر ساعت، یادتونم نره. قطراش گرفت میشه؟ بله همش. فرنگیس خانم جاتون خیلی خالی بود این مدت. قربونت برم عزیزم. مادر جون حالا پشو برو یه چیزی بیار پذیرایی کن. ای بابا مگه ما غریبه ایم؟ گل گرفتم و شیرینی آدم رفت بگیرم، گفتم یه چیزی آدم رفته. برو قربونت چیز کن. پول مادر؟ خب برو از تو کشوی چرخیاتی و چرخیاتی رو کجا بردی مادر جون؟ کار تعطیل، گذاشتمش بغل از اون یکی قدیمیه، جفتش سمسار بعد رو ببره. من که نمیتونم بیکار باشم مادر. کار بیکار مادر من، دکتر گفته دست به سیاه‌سفید نباید بزنی. به قول امید استراحت مطلق، خواب، کتاب، کباب. خواب، کتابشو ور میداریم، کباب. خواب، کباب. خدایا. خب پس تو زی لباسه نصرت خانم مونده. شما اصلا نگران نباشین، پستوزی لباساتون با من. باید به سلامتیتون هم فکر کنین دیگه. شما فقط استراحت کنین، تلویزیون تماشا کنین. حالا دیگه من مثل مینا باید بشینم کارتون نگاه کنم. میخواین مینا هم خیاطی کنه؟ راستی مینا کجاست؟ پایین پیش پدرش. نیام ببینم دوباره داری کار میکنی و من میدونم تو. تو نه و شما. چه هیچ وقت درست نشه شوخی بهش میکنم. چرا انقدر تعارف میکنی تو مومن؟ یه گوش بده ببین چی دارم بهت میگم دیگه. بذار من پولو بذار. آخه ول کن با من جور میکنم دیگه. رضا اصلا منو نریز به همه، دقیقه گوش بده دیگه برادر من. تو این شرایط پول باز تو جیبت باشه یا نه؟ چقدر تعارف میکنی؟ خیلی خوب کجا داری میری حالا؟ برم همین سر کوچه شیرینی چیزی میبینم. بودو دست درد نکن قربون برم. زیاد بودیم به خدا. بابا بذار جیبت لازم. آقا رو چی میره این همه را رو؟ این خارجی شدی چه خوشگلی. عبدو به احسن شد رینو. آقا تبدیل به احسنش کردی، بریم سری شیرینی شم بعدو بیا جمع بفر بالا. بریم سلام علیکم. سلام عزیزم، دست درد نکنه. به سلامتی، میبینم مشغول کاری. آره دیگه مادر جون. حالتون خوب شده دیگه ها؟ خوبم قربونت. خب کار کی هستین؟ نکن مادر جون، نکن عزیزم. روبرای مشکلی چیزی نداری که؟ نه عزیزم. چرا برقشو؟ خجالتم خوب چیزیه. همین الان دکتر آوردیم. این همه دکتر رو سفارش می‌کنه استراحت کنه، استراحت کنه. همه اونا رو جمع کردی. باشه چیزی باشه چرخه‌ای واسه من. بزن تو پریز مادر جون. برو ببینیم بابا. اصلا حال داری نشه. بده من اینو. مادر بده به من. کار مردم. چی؟ نکن دیگه. بده من. مادر. اینو بده من. تو رو خدا نکن. ای بابا قلبم. آی. ما چی شد؟ قلبم. ماما. ماما. بابا غلط کردم، باشه هر کاری دوست داری بکن. مامان شوخی کرد، لباس بده بدوزم. برو مادر جون. دفعه آخر گوشنی شوخی با من میکنی. بابا من هر کاری دوست داشته باشم انجام میدم. دلم میخواد هر کاری که من دوست دارم تو انجام بدی، دوست ندارم انجام ندی.
باز شروع کرده. حالا اون در مشکم بیار بخور. تمومی نداره. اون قنده که میشکونه. خیلی خوب. مردان بیار. نمیذاره به کارم برسم. بچه من که نمیتونم بیکار بشینم. الهی قربونت برم. غذات هم گذاشتم گرم شه ها. الو سلام خاله جان، علی هستم.